ترفند دیگه‌ای که میتونید برای بالا بردن شور اشتیاقتون استفاده کنید اینه که سعی کنید همیشه گوینده ی خبرهای خوب باشید. برای من و شما زیاد پیش اومده که ناگهان یک نفر از راه رسیده به گفته یک خبر خوبی براتون دارم. تضمین شده است که این آدم در اون لحظه 100% توجه و تمرکز جمع رو به خودش اختصاص داده. البته خاصیت اخبار خوب فقط به جلب توجه همه محدود نمیشه. خبرهای خوب مردم رو خوشحال میکنه. خبرهای خوب شور و شوق به وجود میاره. خبرهای خوب حال همه رو بهتر میکنه. فقط به این دلیل که تعداد کسایی که اخبار بد رو میگن بیشتره. فکر نکنید که مردم علاقه خاصی به اخبار بد دارن. پس به اطرافیانتون خبرهای خوب منتقل کنید. بهشون از اتفاقات خوب روزانه بگید. هر روز کمی گرما و حرارت و هیجان به جمع خانوادتون ببرید. به همکاراتون هم خبرهای خوب بدین. در هر فرصتی که به شما تشویقشون کنید، ازشون تعریف کنید، به مشکلاتشون گوش بدید، کمک حالشون باشید. مردم رو تشویق کنین و اونا رو به طرفدارای پروپا قرصتون تبدیل کنین. همیشه براشون خوشخبر باشید. من یک دوست فروشنده دارم که استاد انتشار خبرهای خوبه. اون عادت داره هر ماه به مشتریاش زنگ بزنه و قانونش اینه که همیشه یک سری خبرهای خوب براشون داشته باشه. یک بار به خود من گفت که فلانی، از آخری باری که اینجا بودی کلی اتفاقات جالب افتاده. 300,000 تا بچه به دنیا اومدن. میدونی یعنی چی؟ بچه بیشتر یعنی کار و کاسبی بهتر برای من و جنابالی. اخبار خوب به معنای نتایج خوب مثبته. پس منتشرش کنید. انتشار خبرهای خوب هم حال خودتون رو بهتر میکنه، هم حال دیگرانو. تمام آدمهای روی زمین هر کجای دنیا که باشن و در هر سن و سال و شرایطی که باشن دوست دارن احساس مهم بودن بکنن. این یک تمایل کاملا طبیعیه و شاید بشه گفت قوی ترین نیاز غیر بیولوژیک انسان همینه. قوانینمون، فلسفمون و آیین‌هامون همشون به اهمیت و ارزش تک تک آدم‌ها اشاره دارن. همه افراد ارزش دارن و صاحب حقوقی هستن که به هیچ وجه نباید ازشون گرفته بشه. ما هر روزی که میگذره این باورمون رو به شکل آگاهانه یا ناآگاهانه زندگی میکنیم. مثلا اگه یک کودک خردسال توی محل گم شده باشه، کسی نمیپرسه که آیا این بچه بچه مهمی هست یا نه، یا آیا خانوادهش خانواده مهمی هستن یا نه. به جای این حرفا تمام همسایه ها به تکاپو میفتن و دنبال کودک بی نوا میگردن. برای کسی مهم نیست که این کودک مال یک خانواده ثروتمند یا فقیر. کسی سوال نمی کنه که موقعیت اجتماعی این خانواده چیه. یک کودک درست مثل تمام آدم ها با ارزش و مهمه. یکی از ابزارهای خیلی مؤثر در موفقیت اینه که به همه افراد احساس مهم بودن ببخشیم. عجیبه که با وجود تأثیرات و نتایج فوق‌العاده این کار و با اینکه هیچ هزینه‌ای برای کسی نداره، مردم انقدر نسبت بهش غافلن و خیلی به ندرت ازش استفاده می‌کنن. توسعه این رفتار که همیشه سعی می‌کنیم به طرفمون بفهمونیم تو با ارزش هستی، تو اهمیت داری، بی‌نهایت در مسیر موفقیتمون تأثیرگذاره. بیشتر مردم دقیقاً عادت دارن که عکسشون رو نشون بدن و بهت بفهمونن تو برام مهم نیستی. شما میتونید این رفتار رو تغییر بدین و از نتایج مثبت مهم نشون دادن و ارزشمند دونستن دیگران بهره‌مند بشید. حالا میگیم که چطور و چرا باید این کار رو انجام داد. اول قسمت عملی قضیه رو بررسی میکنیم. دفعه بعدی که وارد یک خیابان شلوغ شدید، دقت کنید که از رفتارهای مردم کاملا میشه فهمید که هیچ اهمیت خاصی برای همدیگر قائل نیستن. استدلال خیلی ساده ایم پشت این قضیه هست. اونم اینه که فکر میکنیم خب دیگری که کاری نمیتونه برامون انجام بده، به دردمون نمیخوره، چرا باید اهمیتی داشته باشه؟ و این حرف از بیخ و بن اشتباهه. واقعیت اینه که آدمهای دیگه جدا از اینکه چقدر ثروت داشته باشن یا از چه موقعیت اجتماعی برخوردار باشن، برای شما مهم هستن و این دوتا دلیل واضح و بدیهی داره. دلیل اول، اگه مردم احساس کنن که براشون ارزش قائلید، بیشتر براتون انرژی میذارن. سالها پیش که توی دیترویت زندگی میکردم، هر روز با اتوبوس میرفتم سر کارم. راننده اتوبوس آدم پیر و بی‌اعصابی بود. من بارها و بارها دیدم که کلی مسافر دارن میدون که به اتوبوس برسن و این آقا درو میبنده و خیلی بی‌تفاوت راه میفته. توی این مدت متوجه شدم که فقط یک مسافره که انگار آقای راننده خیلی براش عزت و احترام قائله و همیشه صبر میکنه که طرف برسه و سوار بشه. چند بار دیدم که این قضیه تکرار شد. دلیلشم خیلی ساده بود. این مسافر کاری میکرد که آقای راننده احساس با اهمیت بودن بکنه.
هر روز صبح این آقای مسافر سلام و احوال پرسی خیلی گرم و خودمونی با آقای راننده میکرد. بعضی اوقات هم اگه جا بود نزدیک راننده مینشست و باهاش گپ میزد یا ازش تعریف میکرد. مثلا میگفت انصافاً رانندگی تو این ترافیک اعصاب فولادین میخواد و راننده هم کلی خوشش میومد. اگه کاری کنین که مردم احساس با ارزش بودن کنن هیچ وقت بیفایده نیست و راه دوری نمیره. همین الان در سرتاسر کمپانی هایی که در کار فروش مشغول فعالیت هستن، چه بسیار کارمندها و منشی هایی که دارن به فروش شرکتشون کمک میکنن و چه بسیار اونایی که دارن به شرکت ضربه میزنن، همشون هم به این بستگی داره که چه برخورد و رفتاری از مدیر فروششون دیدن. به مردم احساس مهم بودن و ارزش داشتن بدید تا اونها هم بهتون اهمیت بدن و برای کارتون دل بسوزونن. شکی نیست که وقتی بهشون بیشتر اهمیت بدین کارتون رو هم بهتر انجام میدن. حالا دومین دلیل واضحی که چرا سایر مردم اهمیت دارن اینه: شما وقتی به دیگران کمک میکنید که احساس مهم بودن بکنن، درست مثل اینه که احساس ارزشمند بودن رو در خودتون بیشتر میکنید. در یکی از ساختمانهایی که به مدت زیادی رفت و آمد داشتم، خانومی اپراتور آسانسور بود و از وجناتش میبارید که انگار برای مردم نامرئیه و کسی اونقدر تحویلش نمیگیره. حدوداً 50 ساله به نظر می اومد و بر و روی چندان جذابی هم نداشت. واضح بود که از شغلش هم دل خوشی نداره. اون آدم یکی از میلیون ها نفر آدمی بود که کاملاً باور کرده بود هیچ کس نمی بینتش و براش ارزش قائل نیست. یک روز صبح متوجه شدم که مدل موهاشو تغییر داده. بهش گفتم خانم فلانی، مدل جدید موهاتون خیلی به شما میاد. واقعاً خوشحال شد و ازم تشکر کرد. فردای اون روز که طبق معمول وارد آسانسور شدم، بهم گفت صبح بخیر دکتر شوارتز. و این اولین باری بود که در تمام اون مدت دیدم کسی رو به اسم صدا میکنه و احوالش رو میپرسه. من باعث شده بودم که احساس کنه برام اهمیت داره. حالا اونم دقیقاً داشت همین حس رو به خودم برمیگردوند. بگذارید تکلیف این قضیه رو روشن کنیم. آدم هایی که در کنه وجودشون حس میکنن اونقدرها که باید ارزشمند نیستن، محکوم به متوسط بودن و ناکامیان. شما برای اینکه موفق بشین باید احساس مهم بودن و ارزش داشتن بکنید. اگه به دیگران احساس با ارزش بودن بدین، در خودتون هم احساس ارزشمند بودن به وجود میاد. این کار رو خیلی راحت میتونید انجام بدید. سعی کنید قدردانی کردن و ارزش قائل شدن رو تمرین کنید. بگذارید دیگران بدونن که شما قدردان تمام کارهایی هستید که انجام میدن. خیلی خودمونی و صادقانه ازشون تعریف کنید. مردم بهش احتیاج دارن و ازش لذت میبرن. حتی در مورد کارهای کوچیک هم این قضیه صدق میکنه. یک یادداشت تشکرآمیز بنویسید، زنگ بزنید یا حضوراً سراغ طرف برید و ازش بابت لطفی که بهتون کرده تشکر کنید. فکرتون رو بیخودی مشغول این نکنین که کی چقدر اهمیت داره و کی نداره. هر کسی که فکرشو بکنین، از مدیر عامل گرفته تا دربون شرکت، مهمه و به دردتون میخوره. اگه بخواین بعضی از مردم رو به چشم درجه دو و بی ارزش بودن نگاه کنین، هیچ وقت نمیتونید آدم درجه یکی باشید. کار دیگه‌ای که میتونید بکنید اینه که سعی کنید مردم رو به اسمشون بشناسید و صدا کنید. مردم از این کار خوششون میاد، با اسمش احساس مهم بودن کنن. اما حواستون باشه که اسمشون رو درست تلفظ کنید. اگر هم کسی رو درست حسابی نمیشناسید، از عناوین مؤدبانه و محترمانه استفاده کنید. جناب آقا یا سرکار خانم یا هر چیزی که مؤدبانه و خوشایند باشه. مثلا اون جوونی که توی دفترتون پیک موتوریه، حتما ترجیح میده که به عنوان آقای فلانی صداش کنید تا این که بگید پسر جون بیا اینجا. همین عناوین و کلمه های ساده باعث میشن مردم احساس مهم بودن کنن. و اما مورد آخر، یادتون باشه که تعریف و تمجید صادقانه و بی اندازه یک قدرت و امتیاز خیلی کارآمد در مسیر موفقیت محسوب میشه. اگه بر فرض مثال موافقتون ازتون تعریف کرد و پیش خودتون کلی ذوق زده شدین، همشو برای خودتون نگه ندارید. برید و از کارمندان و همکارانتون صادقانه تشکر کنید و این قدرشناسی رو به اونها هم انتقال بدید. وقتی چون این کاری رو انجام بدین، تأثیر مستقیمی روی بازده و کیفیت کارشون میگذارید و این دقیقاً دوباره به خودتون برمیگرده و باعث موفقیت شما میشه. وقتی قدردانی مدیران رو با همکارانتون سهیم میشین، اونها از ته دل میفهمن که شما براشون ارزش قائلید. پس قدرشناسی و تعریف و تمجید رو مثل یک سرمایه گذاری ببینید. وقتی به دستش آوردین، با دیگران هم تقسیمش کنید. نتیجه‌اش هم این میشه که خودتون احساس ارزشمندی بیشتری میکنید و همین هم موفقیتتون رو تضمین میکنه. پول موجود خیلی جالبیه.
به نوعی هدف و غایت اکثر کارهایی که انجام میدیم و بدون شک برای آدمی که به دنبال رشد و موفقیت یکی از نتایج و اهداف مهم محسوب میشه. اما وقتی پای پول در آوردن و پول ساختن وسط باشه، بیشتر مردم کارشون برعکسه. هر جا رو نگاه کنید آدم‌های زیادی رو می‌بینید که بالاترین اولویتشون پوله، ولی اونقدر هم که باید ثروتمند نیستن. چرا اینطوریه؟ دلیلش اینه که آدم‌هایی که فقط پول رو می‌بینن و همش نگرانش هستن و متوجه نیستن که پول چیزی نیست که بشه همینجوری به دستشو برد، باید اول بذر کاشته باشی تا بعداً بتونی محصولشو برداشت کنی. این بذری که ازش صحبت می‌کنیم سرویس دادنه. به همین دلیلیه که اگه انجام خدمات و کار راه انداختن رو در اولویت قرار بدین و سعی کنید رفتار اول سرویس بعد پول رو در پیش بگیرید، کمک زیادی به وضعیت اقتصادیتون کردید. این حالت یک خصلت ثروت آفرینه. شما سرویس دادن رو در اولویت قرار بدید و پول خودش سرازیر میشه. مثلا اون پیش خدمت رستوران که با تمام وجودش سعی میکنه سرویس بهتری به مردم بده، هیچ وقت لازم نیست نگران انعامش باشه. میدونه که انعامش تضمین شده است. اما اونی که کارهاشو سنبل میکنه و دل به کار نمیده، نمیتونه انتظار زیادی هم داشته باشه. یا اون منشی که کار رئیسشو به بهترین نحو ممکن انجام میده و همه جوره براش انرژی میذاره، وضعیت چند سال بعدش خیلی فرق میکنه با اون منشی که میگه مگه چقدر بهم حقوق میدن که بخوام انقدر سرویس بدم. فروشنده‌ای که به مشتریش همه جوره میرسه و راضیش میکنه، میتونه مطمئن باشه که این مشتری همیشه برمیگرده و سراغش میگیره. اون فروشنده‌ای که تمام فکر و ذکرش تیغ زدن مشتریه و خیلی براش مهم نیست که چطور میتونه سرویس بهتری بده، خیلی راحت مشتریاشو از دست میده. همیشه به مردم بیشتر از اون چیزی که انتظار دارن خدمات بدید. کوچکترین کار اضافه‌ای که برای مردم بکنید، حکم بذر درخت پولو براتون داره. اگه توی زمانی که شرکت تحت فشاره و حجم کارها زیاده، تصمیم بگیرین که داوطلبانه کار کنین و مأموریت‌های دپارتمانتون رو به انجام برسونید، این کار عین کاشتن بذر پوله. سرویس اضافه به مشتری دادن کاشتن بذر پوله، چون باعث میشه مشتری برگرده. شاید همون موقع تأثیر کارتون رو نبینید، اما اگه به اندازه کافی صبور باشید، نتایج مثبت تلاشایی که کردین به سمتتون سرازیر میشه و نتیجه میگیرید. خدمت بکارید و پول برداشت کنید. هر روز چند دقیقه وقت بگذارید و به این سوال جواب بدید: چطور میتونم بیشتر از اون چه ازم انتظار میره انجام بدم؟ اون وقت جوابشو در کارتون عملی کنید. وقت این رسیده که از حالتها و رفتارهایی که به موفقیتتون منجر میشن یک جنبندی کلی داشته باشید. اول سعی کنید همیشه قبراق و پر اشتیاق باشید. نتیجه و کیفیت کارها با شور و انرژی که براشون گذاشته شده نسبت مستقیمی داره. شما میتونید با تکنیک عمق بیشتر دانسته‌های بیشتری در مورد موضوعات پیدا کنید و همین باعث میشه که رغبت و اشتیاق بیشتری بهشون داشته باشید. کارها رو از ته دل انجام بدید و از انرژی زندگی سرشارشون کنید. بگذارید دست دادنتون، حرف زدنتون، خندیدنتون، راه رفتنتون و هر کاری که میکنید نشون بده که چقدر زنده، قبراق و واقعی هستید. همیشه خوشخبر باشید و خبرهای خوب رو به همه منتقل کنید. عادت ارزش دادن به دیگران رو در پندار و رفتارتون تزریق کنید. یادتون باشه که وقتی حس مهم بودن به مردم بدید، اونها هم ارزش بیشتری براتون قائل میشن و باعث میشه که خودتون هم احساس ارزشمند بودن کنید. در هر موقعیتی که تونستید قدرشناسی خودتون رو به مردم نشون بدین و اونها رو با اسمشون صدا کنین. و در آخر اولویتتون رو روی سرویس دادن بذارین و شعار اول سرویس بعد پول رو سرلوحه کنید. وقتی چنین سیاستی داشته باشین، خیالتون راحت باشه که پول خودش راهش رو به جیبتون پیدا میکنه. توی هر کاری که میکنید این قانون رو برای خودتون قائل باشید: بیشتر از اون چیزی که مردم انتظار دارن بهشون خدمت کنید. تا اینجای کار شما هم با من هم نظر شدین که در مسیر رسیدن شما به موفقیت سایر مردم هم بی اندازه مهم هستن.